چند روز دیگه آغاز مهمترین جشن ایرانیانه من آناهیتا هستم و در این ویدیو قرار با هم درباره نوروز، پیدایشش و آینهاش صحبت کنیم با من همراه باشید زندگی آغاز سال نوی ایرانی اول بهار اول فروردین و جشن نوروزه اینکه این جشن از کجا اومده پیشینش چی بوده و چند هزار سال قدمت داره رو خیلی ها میدونن اما شاید بعضی ها مثل من با دونستنش واقعا تعجب کنن جشن نوروز حدود سه هزار سال پیش از میلاد به گفته بعضی ها سابقه داره و مثلا از نظر افرادی مثل ده خدا شش هزار سال سابقه داره یعنی با یه حسابی پنج هزار خورده و با یک حسابی شش هزار سال حالا بیایید با هم بالهای خیال رو بگسترانیم و برگردیم به بیش از سه هزار سال قبل از میلاد در ایران بریم در میان ساکنین اولیه فلات ایران بریم آین ها و باورهای اینا رو یه بررسی کنیم ببینیم الان چی کار دارن میکنن تو این روزها ساکنین اولیه فلات ایران مشغول برگزاری یه سری آین هستن که مرتبط هست با ایزد خاصی که بعدها تغییر شکل میده و در افسانهها ها و در شاهنامه حتی به نام سیاوش میاد ایزد گیاهی شهید شوندشون بوده کسی بوده که معتقد بودن بهار رو با خودش میاره یعنی رویش گیاهان محصول خوب کشاورزی گرمای زمین و بارش باران و تمام آنچه که مربوط به تولید گیاهان میشه مربوط به این ایزد بوده در این روزها این ساکنین اولیه فلات ایران شروع به سوگواری میکردن و این سوگشون رو با گریستن و حالت مثلا انگار یک شخص خیلی مهمی از دنیا رفته برگزار میکردن این یک مثلا خاکسپاری و بعد بعد از اینکه یه چند روز این کارو کردن ناگهان انگار اون شخص دوباره زنده شده شروع می کردن به شادی و جشن و سرور و این جشن و پایکوبی به مناسبت زنده شدن همون ایزد گیاهیشون بوده. این آینی بوده که ساکنین اولیه ولات ایران برگزار میکردن و بسیار قدمت زیادی داره و تغییر شکلش و اومدنش و به ما رسیدنش به شکل قصه سیاوش بوده داستان سیاوش و خب البته جشنی که میگرفتن رو به ما هم رسوندن و حتی از برگزاری این مراسم سوگواری که برای سیاوش داشتن یه سنگ نگاره هست حوالی سمرقند که قدمتش برمیگرده به بیش از سه هزار سال پیش از میلاد خب حالا بیم ما هم بریم بین آریایی ها که مهاجرانی بودن که به فلات ایران اومدن ببینیم اینا چی کار میکردن آریایی ها اعتقادی داشتن که اون اعتقاد منجر می شد به یک جشن در اول بهار. اون اعتقاد این بود. می گفتن، ما انسان ها زمانی که آفریده شدیم پروردگارمون از خودش ذره رو در ما گذاشته و اون ذره نامش فروهر بوده. آریایی ها اعتقاد داشتن که فروهرهای انسان های خوب در فروردین برمیگرده به زمین و ده روز در بین ماها زندگی میکنن عزیزانمون کسانی که از دست دادیم فروهرشون در اول فروردین یعنی در پنج روز آخر اسفند و پنج روز اول فروردین حدودی این دوره میان و این ده روز رو در بین ماها میگذرونن و به اون جشنی که برگزار میکردن میگفتن جشن فروردگان و اصلا ماه فروردین نامش رو وامدار همین آینه وقتی که آریایی ها وارد فلات ایران میشن فرهنگ این دو یعنی ساکنین اولیه ایران و آریایی ها با هم ترکیب میشه و حاصلش چیزی میشه به نام نوروز که ما همچنان داریم برگزارش میکنیم اما با یه سری تغییرات مثلا آریایی ها گریستن رو و سوگواری رو خوب نمی دونستن. بنابراین کم کم این رسم گریستن از اکثریت جاها برشیده میشه اما در بعضی جاها هنوز وجود داره سووشون و آینی که میگیرن برای سیاوش هنوز وجود داره و در کل ماحصل این ترکیب چیزی میشه که ما میبینیم جشن و سرور و شادیه چون آریایی ها میگم گریستن رو درست و خوب نمیدونستن نمیپسندیدنش و بعدها در بین زرتشتیان هم همین بود اونا هم خوب نمیدونستن گریستن رو بنابراین من این رسم کلا برچیده میشه در گذر زمان رشد یکتا پرستی بین ایرانیان باعث میشه که استور زدایی اتفاق بیفته و اساتیر و ایزدان ایرانی میرن داخل داستان ها و تبدیل میشن به افسانه های شاهان و پهلوانان به همین ترتیب این اتفاق برای سیاوش هم میفته و سیاوش از یک ایزد تبدیل میشه به یک پهلوان اگه تا حالا با من همراه بوده باشید میدونید که در شاهنامه هم به نوروز اشاره شده و جمشید کسی بوده که در شاهنامه نوروز رو پایگذاری میکنه در واقع به خاطر تاجگذاری جمشید در این روز و بر تخت نشستنش و چون یه تخت خیلی خاصی داشته تختی داشته که زمانی که می نشسته روش دستور میداده و دیوها این تخت رو حمل میکردن جمشید داستانی هست که بعدها در کتب دینی چون بسیاری از داستانهای کتب دینی کپی برداری شده از روی اساتیر مناطق مختلف هستند و داستان جمشید هم کپی شده در کتب دینی به شکل سلیمان اما خب ما میدونیم دیگه این جزوه اساتیر بسیار قدیم ایرانی هست و نوروز با برتخت نشستن جمشید ایجاد میشه در ایران من اون چند بیت رو براتون میخونم که اگر حالا توی این داستان جمشید که ویدیوش رو قبلا داشتیم ندیدین اینم بشنوید جمشید بعد از اینکه کلی کار مفید میکنه و ایران رو آباد میکنه ساخت و ساز میکنه نمیدونم اتفاقات بسیار مهمی در دوران جمشید می‌افته. فردوسی میگه همه کردنی ها چو آمد به جای زجای مهی برتر آورد پای به فر کیانی یکی تخت ساخت چه مایه بدو گوهرندر نشاخت که چون خواستی دیو برداشتی زهامون به گردون برافراشتی چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمان روا جهان انجمن شد بر آن تخت اوی شگفتی فرو مانده از بخت اوی به جمشید بر گوهر افشاندند مران روز را روز نو خواندند سر سال نو حرمز فوردین براسوده از رنج تن دل زکین بزرگان به شادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستند چون این جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار خواه. بنابراین در شاهنامه هم میبینیم که فردوسی میگه به ما میگه زمانی که این تخت رو جمشید میسازه مردم میبینن دیوها این تخت رو به آسمان میبرن و مثل خورشید تخت جمشید میدرخشه در آسمان و مردم گوهرفشانی میکنن و بزرگان می و جام و رامشگران میخوان پس این آین نوروز این جشن مهم و بسیار دوست داشتنی نوروز با رامشگری، پایکوبی و رقص و نوشیدن می همراه بوده از اول و همچنان هم هست و خب همطور که میبینید فردوسی میگه این جشن برای ما از آن روزگاران به جا مونده